قطعا بازی فردا برای ما خیلی مهم و حساسه و گرفتن 3 امتیاز برای ما به قول معروف از نون شبم واجبتره. تلاش زیادی باید بکنیم، تمرکز زیادی باید داشته باشیم. مقابل یه تیم هم تکنیکی دونده و قابل احترامی بازی داریم و بازیایی که از این تیم دیدیم واقعا یه فوتبال خوبی بود. در صورت آماده این بازی هستیم، تمرینات خوبی داشتیم، صحبت‌های زیادی داشتیم با بچه‌ها راجع به وضعیت تیم و میدونیم که هوادارامون ناراحتن و نگرانن و نگرانیشون رو کاملا درک میکنیم، ولی خب در صورت باید با همدیگه با اتحاد، با همدلی و پشتیبانی از همدیگه خصوصا از تیم باید بتونیم مسیر رو ادامه بدیم. راه سختی رو در پیش داریم و لیگ مثل یه ماراتون میمونه، تا آخرین لحظه باید برای رد شدن از خط پایان با هم تلاش کنیم و این فکر میکنم که کاریه که باید همه ما انجام بدیم، هم تلاش بیشتر، هم زحمت بیشتر و تمرکز بیشتر رو کارمون، اسیر حواشی نشیم و حمایت از تیم باید اولویت کار همه ما باشه و ما هم اینجا داریم واقعا تلاش خودمون رو میکنیم. بچه ها با توجه به اینکه بالاخره مشکلات زیادی هم داشتن و دارن، تحت فشار شدید هستن، ولی همشون دارن برای اعتلاء نام پرسپولیس و سربلندی هوادارامون تلاش میکنن. باید بهشون اعتماد کنیم، باید ازشون حمایت کنیم و انشالله با توجه اینکه بازی فردا هم با هواداره، واقعا خودم خیلی خوشحالم از این بابت. بعد از حدود 2 سال دوباره در حضور تماشاگر بازی کردن واقعا لذت دیگه ای داره. بی صبرانه منتظر بازی فردا هستیم تا حضور گرم هوادارا رو تجربه کنیم. انشالله که بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم. هممون انگیزه بالایی داریم و خیلی زود باید به ریتم خوب تیمیمون برگردیم. در خدمت شما هستم. دادم خدمتتون. دو تا سوال داشتم. یکی اینکه شما توی 2 تا مقطع چند تا بازی رو پشت سر هم نتونستین نتیجه بگیرید. یه بار بعد از مسجل شدن قهرمانیتون توی نقطه تیم مسجد سلیمان که در ادامه لیگ 19 هم فکر کنم 3 یا 4 تا بازی رو نتیجه نگرفتین. یه بارم بعد از بازگشت از فینال آسیا چند تا بازی رو نتیجه نگرفتین. فکر می‌کنید بتونید این روند رو مثل سال گذشته تغییر بدید؟ و سوال دوم اینکه در رابطه با وحید امیری هستش، چرا اون کیفیتی رو که توی تیم ملی داره توی پرسپولیس نمیتونه نشون بده؟ ببینید هر تیمی تو طول فصل ممکنه افت داشته باشه و ممکنه وارد یه مسیری باشه که خیلی سخت باشه. ما متاسفانه این مسیر رو داریم طی می‌کنیم، ولی باید خیلی زود راهمون رو عوض کنیم، باید خیلی زود برگردیم به شکل تیمی که قبلا داشتیم. میگم ببینید فوتبال همش فنی نیست، همش تمرین نیست، همش مسابقه نیست. اتفاقاتی که بیرون زمین میفته، اتفاقاتی که و مشکلاتی که تیم داشت و داره، بالاخره تاثیر خودش رو روی ذهن همه ما میذاره، همه بازیکن‌ها میذاره و کارو سخت میکنه. بالاخره یه تیمی که میخواد قهرمان بشه باید آرامش فکری حداقل داشته باشه و مشکلاتش حداقل باشه. حالا تو فوتبال ایران نمیگیم که همیشه مشکلات هست، ولی خب وقتی مشکلات حداقل باشه قطعا راحت‌تر میتونیم به ادامه کار خوشبین و امیدوار باشیم. وحید هم بازیای خوبی برای ما انجام داده. این سوالتون رو زیاد تحلیلی که داشتین قبول ندارم و وحید هر موقع برای ما بازی کرده بهترین بازیاش هم برای تیم ما انجام داده. در صورت کیفیت کاری که برای ما داشته راضی کننده بوده و داره تمام تلاشش رو انجام میده. آقای حیا سلام. سلام.
دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم. یکی این که شما چند روز پیش فرمودید که فدراسیون فوتبال اونطور که باید با باشگاه پرسپولیس همکاری نمی‌کنه، ما بازیکنامون رو در جای تیم ملی میدیم، مربی و آنالیزور رو، ولی اونطور که باید این جاده دو طرفه نیست. خواستم بپرسم که این احتمال هستش که حالا در ادامه اگر این جاده یک طرفه باشه شما آنالیزور رو ندید یا آقای باقری رو، چون شما دقیقاً در تخصص مقطع دستتون خالی میشه در هر صورت. و سوال دوم اینه که با این مقدمه پپ گواردیولا توی موقعی که من سیتی رفت گفتش تفاوتی که سیتی با بایرن داره اینه که اخبار رفتی هم به بیرون درز نمی کنه. باشه پرسپولیس جزء محدود باشه یه که اخبار رفتی هم میاد بیرون، ترکیب و حتی چینش رو بازی کن. خواستم اینم پیگیری میکنه این اتفاق نیفته، چون توسط یکی دو تا کانال تلگرامی و کاملا مشخص هم هستش. سوال اولتون، خب در صورت مشکلاتی که برای تیم ما به وجود میاد به خاطر اردوها و فیفا دی که وجود داره و بازی های تیم ملی، همه آگاهی دارن، همه خود فدراسیون هم از این مشکلاتی که برای ما به وجود میاد اطلاع داره و ما اصلا دنبال این نیستیم که بخوایم یه موضع متقابل و رو در رو با فدراسیون داشته باشیم. اصلا دنبال این چیزا نیستیم. دوست داریم که تیم ملی ما هم بالاخره متعلق به 80 میلیون ایرانی موفق باشه، برامون موفقیتش خیلی حائز اهمیته و تیم ملی ما خوب باشه فوتبال ما هم حالش خوب میشه. در صورت این تعامل مطمئنه از طرف پرسپولیس همیشه خواهد بود و باعث افتخار ماست که هم بازیکنهای تأثیرگذار تیم ملی از پرسپولیسن و حالا ممکنه جدا هم شده باشن ولی از اینجا همشون به تیم ملی رسیدن و همین که بالاخره مربیایی که در اختیارشون میذاریم مربیای قابلی هستن و این کمک از طرف ما همیشه بوده و خواهد بود. ولی خب در صورت دوستان یه مقدار باید گفتم همیشه تعامل بیشتری با تیم ما داشته باشن و ما این حق رو داریم که از همه بازیکنامون به بهترین شکل استفاده کنیم، بازیکنایی که تو تیم ملی نقش به سزایی دارن. بالاخره اون نقش هم ما هم دوست داریم داشته باشیم. نباید همون حالا صحبت وحید امیری شد که تو این دوتا بازی قبلی واقعا بهترین بازیکن تیم ملی بود. اینکه چرا ما نباید این بازیکن رو در اختیار داشته باشیم جلوی مستر رفسنجان، واقعا عجیب و غریب این وضعیت و امیدوارم که این تعامل دو طرفه باشه. ببینید صحبتایی که تو رخکم میشه و خبری که از تو رخکم میاد، من که نمیتونم جلوی واقعا این مسئله بگیرم. این مشکل از سالها قبلم وجود داشت و متاسفانه اخبار رخکن شاید حالا اون ارنج و اون ترکیب تیم ممکنه به بیرون راه پیدا کنه. من بالاخره دوست ندارم این اتفاق بیفته و از اون طرفم از چند سال پیش هم میگم این اتفاق رو میافتاد زیاد اهمیت نمیدادم، ولی کاری هم از دست اون برنامه نمیتونیم بریم اینا رو بازجویی کنیم که از کجا داره این اتفاق میفته. ولی در صورت همه تیمایی که ترکیبشون مشخص میشه روز قبل از تمرین، روزهای قبل از تمرین، این مشکل رو دارن. این مشکل فقط برای تیم پرسپولیس نیستش و اگر ترکیب تیمی به بیرون درس پیدا نمیکنه احتمال زیاد و مطمئنن ترکیبشون رو تو تمرین امتحان نکردن و روز مسابقه ترکیبشون رو اعلام میکنن و این با سبک کاری که ما داریم یه مقدار متفاوت. سیم اون وقت سوال فنی پرسیدم، سوال اول لباساتون دارم، لباساتون چه خیلی از بعضی از بازیکن‌ها حالا بعضی از اعضای تیم در واقع نسبت به کیفیت لباس تیم مشکل دارن در واقع درست یا تایید می‌کنی موضوع یا نه، یا اصلا قرار در واقع باشه دومین انجام این موضوع؟ ببینید بحث لباس واقعا یه بحث مهمیه تو فوتبال و متاسفانه اون کیفیتی که اول فصل قرار بود به ما بدن اون کیفیت نیستش، حتی رنگش رنگ مناسبی نیستش و این جنس‌ها جنسایی که فکر می‌کنم تو ایران تولید میشه
صحبتهایی داشتیم، احتمال زیاد کیت پرسپولیس تغییر خواهد کرد، هم رنگش، هم ترش و هم جنسش که باید مورد بازبینی قرار بگیره. با هوادارام که بالاخره وقتی پیگیری میکنیم اونا هم راضی نیستن از این شکل و شمایلی که لباس داره و هرچه زودتر باید نسبت به تغییر این کیتا اقدام بشه و صحبتهایی شده و احتمالاً تا یکی دو هفته آینده لباسامون تغییر خواهد کرد. مرسی. متاسفانه تو پنج بازی اخیر پرسپولیس تمام بازی رو دریافتی داشته و برنامه دارید حالا باز تغییرات برای دروازه بانی؟ چون گلر آقای لک بود بعد آقای دادشاویش بود، الان باز تغییرات دارید؟ یعنی گلرام و مقصر بودن به نظر؟ نه میگم حالا نه ربطی به دروازه‌بان تیم ما نداره. در صورت وقتی یک تیم گل میخوره همه تیم مقصرن، دفاع تیمیمون اشکال داشته، همه اجزا و اعضای تیمی باید مورد بازبینی قرار بگیره، کار بشه روشون و خصوصا دفاع تیمیمون باید بهتر باشه. فکر میکنم که اگه ما پارسال و تو این دو سال گذشته تونستیم قهرمان بشیم، دلیلش اون دفاع تیمی خوب بود و کم گل خوردن بود. من حرفتون رو قبول دارم که نباید این اتفاق بیفته و تیمی که گل بخوره جبرانش خیلی سخته تو این لیگ. باید سعی کنیم که تو این بحث بخش دفاعیمون قوی تر باشیم. یه سوال رو یعنی داشتم، الان فکر میکنم حدود بیشتر از 20 روزه که دوتا بازیکن تاجیکستانی اومدن بلا تکلیف هم و حالا دیشب آقای سعدی گفتش که تا زمانی که پول کارتمون ندیم نمیتونیم استفاده کنیم. این بلا تکلیفی هم واسه شما هم واسه بازیکن به نظر مضر میرسه، نظر شما در این باره چیه؟ این چون پرسپولیس زیاد اهمیت داده نمیشه، بالاخره متاسفانه اگه برای یه باشگاه دیگه همچین اتفاقایی میافتاد الان زمین و زمان رو یکی کرده بودن، ولی چون ما حرف نمیزنیم، سرمون تو کار خودمونه، با حداقلا داریم میسازیم و همه مشکلات رو داریم تحمل میکنیم، از اونورم هر اتفاق ناخوشایندی بخواد برای تیم رقم بخوره متاسفانه کسی اهمیتی نمیده، ولی این مسائل واقعا به تیم ضربه میزنه. ما الان حدود دو هفته از بازیکنهای تاجیکی گرفتیم ولی هنوز نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. چی بگم، بالاخره این مشکلات مشکلاتیه که مربوط به باشگاه است و باشگاه باید برای رفع اون تلاش بکنه. خب بازیکنایی هم که گرفتیم هم بازیکنای جوان آینده دار، از لحاظ قیمتی هم که خیلی پایین بودن و میتونن تو آینده حالا برای باشگاه ما فکر میکنم مهرهای تاثیرگذاری باشن، ولی خب در صورت این مشکلات هم هستش دیگه. نمیدونم آقای گورالی در مورد چند بازی رو پنج بازی که انجام دادید از داوریان دوران دستم زیاد خورید، درسته؟ من به عنوان مربی تیم دوست ندارم راجع به داوری زیاد صحبت کنم و بالاخره بیانیه‌ای که باشگاه داد خیلی چیزا توش نوشته بود و مشخص بود. دوست دارم که فضای خوبی باید برای داورا باشه، یه فضای با احترام و فضایی که داور با آرامش بیشتری بتونه قضاوت کنه. مشکلاتی هم که داوری ما داره مشکلات زیادی هستش و همه داورای ما با توجه به سختی کاری که دارن واقعا کارشون فراتر از کار یه داوره، خیلی باید سختی زیادی رو تحمل کنن، خصوصا تو بخش VAR که نبودش بالاخره برای داوری برای کل داوریمون کارو سخت کرده. اگه VAR باشه قطعا کارشون هم راحت‌تر خواهد بود، تصمیماتی که میگیرن بهتر خواهد شد و با این شرایطی که حتی هدفون چیه؟ هدفون هدستا
بدون هدست بعضیشون بعضی بازیات داره داوری انجام میشه. خب تو این وضعیت انتظار زیادی هم نباید از داوری داشت، ولی خب انتظار اینو داریم که در صورت توی صحنه تاثیرگذار تصمیمات خوب گرفته بشه. همیشه موضع ما، موضع خودم نسبت به داوری، موضع احترام بوده و امیدوارم که با امکانات دادن امکانات بیشتر بتونیم داوریمون هم تقویت کنیم. آره، من یه سوال دیگه بپرسم در مورد بحث به تکلیفی باشگاه، ما هر هفته دارم ازتون میپرسم، بازم خواهدتون میپرسم، دیشب آقای سعدی تو برنامه آقای میساری تو پرورده گفتن که در 15 روز دیگه این حکم سفرستشون در واقع اتمام میرسه، هیچ کس هنوز نمیدونشون مدیر عامل میمونن نمیمونن، وضعیت چطوره؟ این به تکلیفی هم بکنم خیلی آسیب میزنه به تیم شمالیه. این قطعا آسیب میزنه، قطعا. بالاخره من مربی، من بازیکن باید بدونم تیمم یه تشکیلاتی داره، یه جلساتی داره، یه بالاخره وضعیت مدیریتش مشخصه، مثلا طرف حساب با کی هستیم. مشکلات خیلی واضحه، مشکلاتی نیست که مثلا بخوایم راجبش خیلی پیچیده باشه و بخوایم کنکاش کنیم که چه اتفاق، اصلا مشکلات خیلی واضحه، خیلی روشنه و یه تشکیلات بزرگی مثل پرسپولیس قطعا باید اعضای هیئت مدیرش و اعضای حتی کمیته انضباطیش، نمیدونم مدیر عاملش، معاونش، همه اینو باید یه چارت مشخص و معینی داشته باشه که این خودش کمک میکنه به اینکه بالاخره یه تیم با هم باشه، یه تیم با تمرکز بیشتری کارش رو انجام بده، وظایف مشخص داره. ولی خب این حالتی که واقعا برای پرسپولیس وجود داره به نظرم واقعا در شأن و شخصیت پرسپولیس نیستش و امیدوارم که واقعا وزیرم آقای سجادی عزیزم که هرچه زودتر وضعیت مشخص کنه. اگه واقعا دنبال این هستیم که یه ثباتی تیم داشته باشه، باشگاه داشته باشه، باید بتونیم این ثبات رو توی بحث مدیریت هم داشته باشیم که بالاخره تیم آسیب نبینه. آقای ایوان سوال نامه نده جمعه شما که نمکه توی دوستوری در جلسه ترموکی تو بازگشت و از سه جلال هم نوری مسئولیت چکی داره میرسم سیامک که تازه به تیممون اضافه شد و سیدم متاسفانه از نایه زانوش هنوز مشکلاتی داره، بعید میدونم جفتشون به این بازی برسن. کمالم خب یه دوران سخت مصدومیت رو گذرونده و برای اینکه به اون سطح آمادگی بالا برسه فکر میکنم این مقدار باید زمان بیشتری در اختیارش بذاریم، تمرینات اختصاصی بهتر تا بیاد به تیم کمک کنه. آیا یه سوال فنی داشتم؟ کوچیک آیا یه سوال میکنم سوال فنی؟ یکی از عوامل موفقیت پرسپولیس سیستم 4-4-2 بود و شما هم خب معمولا هم تو خرید هم تو پرسپولیس با این شیوه قهرمان شدی. خواستم بپرسم این سیستم 3 دفاعه به عنوان پلن بی دارید استفاده میکنید که در واقع در بزنگاه جایگزین 4-4-2 کنید یا قرار در دراز مدت این اتفاق بیفته؟ این راجع این مسائل نمیشه زیاد توضیح داد، ولی هر تغییر سیستمی نسبت به نیاز تیمه و باید ببینیم تو بازی های ما بالاخره هم 4 دفاعه داریم، 4 دفاعه رو بلدیم انجام بدیم، هم سیستم 3 دفاعه رو یاد گرفتیم. فکر میکنم که تو آینده میتونه خیلی کمک کنه، بستگی حالا به سیستم حریف، به نوع بازی حریف میتونیم از هر دو سیستم استفاده کنیم.